سلام. 18 روز از سال 1400 گذشت. از قدیم گفتن سالی که نکوست از بهارش پیداست. سال 1400 رو میشه از دو منظر نگاه کرد. یک منظر بلاها و مصیبت‌هایی که حکومت آخوندی بر سر مردم ایران آورده و هر روز با مشکلات بیشتری مردم رو مواجه میکنه. منظر دیگه اما پاسخ مردم ایرانه. مردمی که بارها نشون دادن که این حاکمیت رو نمیخوان. در برنامه امروز ابتدا نگاهی داریم به اعتراض‌های مردم در چند روز گذشته. سپس به موضوع صف‌های طولانی خواهیم پرداخت و در پایان نگاهی خواهیم داشت به وضعیت روستاهای سیستان و بلوچستان و فقری که رژیم آخوندی با تبعیض مضاعف بر هموطنانمون در این دیار تحمیل کرده. با ما همراه باشید. روز 15 فروردین بازنشستگان دست به اعتراض سراسری زدند. دستاندرکاران مجله اجتماعی اقتصادی گزارش تصویری از اعتراض بازنشستگان آماده کردند تا انعکاسی هرچند کوچک از تلاش و ایستادگی این عزیزان باشه. اونا که گفتند دیگه رأی نخواهند داد چون عدالتی ندیدند و فقط دروغ شنیدند. اونها فریاد می‌زدند تنها راه رهایی از سفره‌های خالی خیزش کف خیابون. شما رو به دیدن این گزارش تصویری دعوت میکنم. ما دیگه رای نمیدیم، خیلی دروغ شنیدیم. 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 تا حق خود نگیریم هر روز همین بساطم. تا حق خود نگیریم هر روز همین بساطم. ما دیگه رای نمیدیم، از بس دروغ شنیدیم. ما دیگه رای نمیدیم، از بس دروغ شنیدیم. سفرهای خالی فریاد در خیابان، تنها راه نهایی. سفرهای خالی فریاد در خیابان، تنها راه نهایی. سفرهای خالی فریاد در خیابان، بازنشسته بیداره از ظلم و ازادی بیداره. عدالتی ندیدیم. ما دیگه رای نمیدیم. ما دیگه رای نمیدیم. عدالتی ندیدیم. مرگ بر این دولت مردم فریب. مرگ بر این دولت مردم فریب. We'll be right back.
بله، گزارش رو دیدیم. بازنشستگان در خیابون‌ها فریاد زدند و اعلام کردند که تا رسیدن به حقشون این اعتراضات ادامه داره. اما بازنشسته‌ها چی میخوان؟ حقوقی که معیشت اونها رو تأمین کنه. میخوان دغدغه مواد غذایی نداشته باشن. البته این روزها علاوه بر بازنشسته‌ها تمام مردم ایران دغدغه معیشتی دارن. صف‌های طولانی که هر روز بیشتر و طولانی‌تر هم میشن، ارمغان حکومت آخوندی برای مردم ایرانه. خامنه ای سال 99 رو سال رونق تولید معرفی کرد. در سال 99 تولید از کار افتاد. حتی مواد داخلی مثل مرغ و روغن هم از دسترس مردم خارج شد. اینه ارمغان حکومت آخوندی در سال 1400 برای مردم ایران. تنها کشوری که عملیات تزریق واکسن انجام نشده، ایران تحت حاکمیت آخوندی است. همچنین تنها کشوری که برای خرید نقدی مرغ و روغن، مردم باید ساعتها در صف بایستند و خطر ابتلا به کرونا را به جان بخرند، باز هم در حاکمیت آخوندهاست. فقر حکومت ساخته، جان و معیشت مردم ایران را به گروگان گرفته است. خیابان طالقانی شهر زابل. آقا صفه چی دستا؟ صف مرغ آقا منجا منتظر است و هر یک مرغی حق زده بخش بله دوستان، این صف طویلی که دیده امروز در خیابون طالقانی شهر زابل بود. این یک نمونه از صفهای بسیار مرغ در سراسر ایران است. اما حکومت آخوندی باز هم تنها راهکارش برای حل مشکل تحویل دادن دروغهای وقیحانه بود. وزیر سمت رژیم پیش از عید چنین وعده‌ای داده بود: تمام تلاشمون داره میکنیم برای افزایش تولید و عرضه اون در بازار. ما با وزارت سمت مسئول تامین نهادها هستیم که خوشبختانه کار انجام داد. اما واقعیت 180 درجه عکس این دروغ‌های حکومتی بود و آنچه مردم به چشم دیدن جهش قیمت مرغ بود. وضعیت بازار چجوری؟ مرغ هست نیست. مرغ نیستش که. مرغ الان برو مغازه رو برو بگی یه دونه مرغ پیدا می‌کنی. از اول این مرغ آوردی شما اصلا؟ نه اصلا. دارید الان شما؟ مرغ من نداری. چند روزه تو عید مرغ آوردین اصلا؟ نه نه آورده. الان این یخچال مرغ شما استوری کله خالی. چمه خیلی چم. ما امضا مرغ نفروختیم. شب عید روز ما مرغ به من مرغ داده. مرغ آزادم نیست. زورکی با 5 کیلو 20 کیلو 30 کیلو مشتری خودم از دست ندیم. الان 200 300. حکومت آخوندی در یک بازی کثیف دوگانه مرغ را گران کرده، اما مغازه‌داران را به خاطر مرغی که خودش گران به آنها می‌فروشد جریمه می‌کند. نتیجه این که مردم ایران در صفای طولانی باید ساعتها در انتظار بایستند و این گرانی همه اقلام را در بر گرفته. خبرنگار سیمای آزادی از مشهد در این رابطه گفت: با سلام و درود به شبکه سیمای آزادی، من از مشهد امروز 7 فروردین 1400 که بعد از مدتی برای خرید رفتم بیرون و این سه قلم گوشت نوشابه و یکم پیاز، این فاکتورشه 185,000 تومان. این سه قلم، دو تا مرغ که رفتم همه جا
صف وایساده بودن، خجالت کشتم صف وای نستدم، گفتم ولش کن دیگه. رفتم دو تا مرغ گرفتم شد 130 خورده. یعنی این 5 قلم که امروز من خریدم شده 300 خورده. یعنی یک کارگر باید پول 3-4 روزشو به هیچ جا خرج نکنه، فقط این 3-4-5 قلمو بخره. بعد خامنه دجال میاد تو تلویزیون میگه که اقتصاد کشور ما یکی از برترین اقتصادهای جهان هست. من از اینجا به این بیشرف دجال میگویم که خدا لعنتت کنه، حداقل خجالت بکش با این همه دروغی که به مردم تحویل میدی. اینم از وضعیت مملکت ما. اینو میفرستم برای شبکه سیمای آزادی. اقتصاد در حکومت آخوندی روند نابودی را در پیش گرفته. دستگاه حاکم به فکر کسب درآمد از معیشت مردم است و همین باعث شده زندگی مردم هر روز سخت و سخت‌تر بشود. این وضعیت شکاف طبقاتی را به دره‌ای گسسته و غیر قابل ترمیم تبدیل کرده است. روزنامه حکومتی جهان صنعت با اعتراف به فقر مردم و اختلاف شدید طبقاتی نوشته است: چنین وضعیتی شباهت به یک بمب ساعت شمار دارد که در زیر پوست جامعه ما کار گذاشته شده و چون کسی از زمان انفجار این بمب ساعت شمار خبر ندارد، خطرات آن برای کشور و جامعه از خطرات بالقوه یک حمله نظامی خارجی یا شیوع یک بیماری مهلک، حتی مهلکتر از ویروس کرونا، مهیب‌تر و ویرانگرتر است و گستردگی دامنه پیامدهای انفجار این بمب ساعت شمار دوست و دشمن نمی‌شناسد و اگر در نتیجه سهل‌انگاری زمامداران کشور و دست کم گرفتن این خطر بالقوه و مهیب و غفلت ورزی آنها در کاهش اساسی فاصله طبقاتی موجود در جامعه روزی این بمب ساعتی منفجر شود، به قول خواجه شیراز، دیگر نه از تاک نشان خواهد ماند و نه از تاک نشان. مردم ایران در فقر زندگی می کنند چون حاکمیت دزده، اما برخی مناطق در فقر مضاعف زندگی می کنند. فقیرترین مناطق میهن در استان سیستان و بلوچستان قرار داره. استانی که روزگاری به انبار قله ایران معروف بود، الان در سخت‌ترین شرایط به سر میبره. حکومت آخوندی نه تنها کاری برای مردم سیستان و بلوچستان نمیکنه، بلکه همون کپر و خونه های محقرشون رو هم بر سرشون خراب میکنه. وجدانم داری یا نه این پسر بچه 4-5 ساله چه گناهی کرده که اشعار این منطقه محرومه و شما خونش رو اینجوری بر روی سرش خراب کردین؟ مگه مردم اینجا چه گناهی کرده؟ این بچه چه گناهی کردن که تو این بیابان لود کشاورزی نکردن که شما بیان اینجا بگیم اراضی ملی و کمبود آب؟ اینا فقط دامداری میکنن که شما اینجوری خونشون رو بر روی سرشون خراب کردین. شما از خدا میترسین یا نه که فقط دستور تخریب بدون تغییر دادین؟ اینجا شما بیان اگه شما یک کشاورزی دیدین تو این بیابان برهود، بعد دستور تخریب بدین. این بچه 5 ساله با خانواده فقیرش امشب چجوری تو این بیابون خدا تو این هوای سرد باشه؟ این زندگی سراسر درد و رنجی است که مردم بلوچستان نباید و نمیخواهند برای همیشه متحمل آن باشند. فقر، بیکاری، نداشتن شغل و درآمد، نبودن مسکن و آموزش و درمان و لیست بلندی از نداری‌ها و کمبودها و فشارهای مضاعفی که محصول حاکمیت جهل و جنایت آخوندهاست. به راستی گناه این مردم چیست؟ خواست و نیازشان آیا بیشتر از داشتن یک سرپناه، آب آشامیدنی، شغل و تحصیل مناسب و اولیه ترین حقوق شهروندی و انسانی است؟ شاید خیلی از این مردم صبور و ستم دیده حتی نصف این خواسته های مشروع و برحق را هم نداشته باشند. پس مشکل چیست؟ چرا باید اینطور تحت ستم و ظلم قرار بگیرند؟
حتی خانه های گلی و کپرهایشان بر سرشان خراب شده. آخر به چه جرم و گناهی باید این طور با آنها رفتار شود؟ در جایی که حکومت حداقل های آموزش، اشتغال و مسکن را تأمین نمی کند و به اعتراف سایت حکومتی تسنیم از 20 منطقه دارای بالاترین نرخ فقر در ایران، 14 منطقه مربوط به مناطق روستایی شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان است و در آنجا نرخ فقر بین 75 تا 90 درصد است، به غیر از سوختبری و کارهایی از این دست که نه کفاف مخارج سنگین زندگی را می دهد و نه شغلی واقعی است، چه کاری می توان کرد؟ و همین هم به قیمت جان است. همچنان که جنایتکاران سپاه در مرزها سوختبران محروم را به گلوله می‌بندند. خبرگزاری حکومت ایلنا به نقل از عضو مجلس رژیم نوشت در برخی از مناطق سیستان و بلوچستان نرخ بیکاری بین 40 تا 60 درصد است. سفره‌های مرزنشینان خالی است. آمدن ما به روستای آرچینیک مصادف شد با بدحال شدن یک انسان، مریض شدنش. حالا شما ببینید که مردم اینجا چطور یک بیمار رو حمل بکنن تا جایی که امکان نقلش با وسیله نقلیه ممکن باشد. وضع حال مردم به این شکل هست در اینجا. آیا فریادرسی هست؟ آیا کسی هست که بداد این مردم برسد؟ آیا مسئولی به فکر این مردم هست؟ این هست وضع حال مردم آرچینی. به این شکل بیمارهاشونو میرسونن به دکتر بیمارستان. الان این بیمار رو باید با برانکارد با پارچه‌ای با محکم ببندن تا در وسط راه نیفته. این ظلم و بی‌عدالتی جایی آباد در این سرزمین ستم دیده باقی نگذاشته. گویا این رنج تنها چیزی است که بین کوچک و بزرگ به یک میزان تقسیم شده و در آن تبعیض و دریغی نبوده. اینم عوضی از توابع چابهار دشتیاری. تقریبا یک هفته قبل خدا رو شکر که مدارس تعطیل بوده، سقفش میریزه. اینم از جمهوری اسلامی ایران. اما مشکل تنها فقر و نداری ناشی از سیاست‌های ضد مردمی حکومت آخوندی نیست، بلکه سپاه پاسداران خامنه‌ای در این دیار به هیچ چیزی رحم نمی‌کند. پاسداران جنایتکار و مأمورین مزدور حکومتی در روز روشن به این خانواده بی‌سرپرست حمله کرده و کپر آنها را ویران کردند. مردم به کمک آنان آمدند و یک چادر برای آنها برپا کردند، اما جنایتکاران خامنه ای از این هم نگذشتند و شبانه چون قوم مغول به آنها یورش بردند، چادرشان را پاره کرده و کودکان معصوم این خانواده را نیز کتک زدند. یک دشمن خارجی چه کار می توانست با مردم ایران بکند که رژیم آخوندی نکرده باشد؟ اما این وضع تا کی می تواند ادامه داشته باشد؟ آیا فریاد رسی هست؟ آنچه که مسلم است این است که این ظلم و ستم و سرکوب نمی تواند تا ابد ادامه داشته باشد. همانطور که مردم و جوانان بلوچ در حمایت از سوختبرانی که به خاک و خون کشیده شدند نشان دادند، حق خود را به هر قیمت خواهند ستاند. بینندگان گرامی، به پایان برنامه امروز رسیدیم. خوشحالیم که با ما همراه بودید و امیدوارم که برنامه ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.